در ادامه گزارش های ما در ارتباط با ایران، فیروز یوسفی، یک فعال دانشجویی آذربایجانی، در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. این در حالی است که یک فعال مدنی و فرهنگی دیگر آذربایجان نیز در روزهای اخیر بازداشت شده است. در پاسخ به پرسش های حسن زارزاده اردشیر، علیرضا جوانبخت، سخنگوی زندانیان سیاسی آذربایجان، در این زمینه چنین گفته است. فیروز یوسفی در اعتراض به تمدید و توماریفتر بازداشت موقتش هم دست به اعتصاب قضا زدند. به گفته خانواده فیروز یوسفی، بازپرس متین راسخ دلیل ادامه بازداشت این فعال سیاسی آذربایجانی را عدم همکاری او با بازجویان و اصرار او برای صحبت به زبان ترکی ذکر نموده است و همچنین قاضی متین راسخ اشاره نموده است که یکی از دلایل بازداشت ایشان نوشتن کتابی است که در آن مسائلی را علیه امنیت ملی طرح نموده است و به گفته خانواده ایشان این کتاب در مورد تاریخ آذربایجان بوده است. با توجه به اینکه ایشون الان در اعتصاب قضا هستند، شما اطلاع دارید که چه وضعیتی دارن؟ مدت زیادی از حبس ایشان گذشته است و خانواده ایشان به طور شدید ابراز نگرانی میکنند از وضعیت سلامتیشان، خصوصا که خبر میدهند که ایشان در اعتصاب قضا به سر میبرند. همچنین به گفته خانواده ایشان، بنا به گفته خود بازپرس متین راسخ، ایشان از طرف عده زیادی از بازجوهای وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار داشتند که خصوصا رقم 12 را ذکر میکنند که 12 بازجوش از ایشان بازجویی کردند. اطلاع دارید که فیروز یوسفی وکیل مدافع داره یا نه و الان از نظر قانونی و حقوقی پرونده ایشون به چه شکل پیگیری میشه؟ نه خیر، متاسفانه ایشان وکیلی ندارند. در این مورد هم قاضی پرونده در پاسخ به خانواده ایشان ذکر نموده است که ایشان در این مرحله نیازی به وکیل ندارند و از پذیرش وکیل خودداری کردند. متاسفانه در چنین شرایطی که اتهام‌های علیه امنیت ملی بر فعالان آذربایجانی وارد می‌شود، معمولاً قاضی‌ها از پذیرش وکیل خودداری می‌کنند و همچنین با وجود اینکه خانواده فیروز یوسفی از دادگاه نامه کتبی گرفتند، مسئولین زندان اجازه ملاقات را هنوز صادر نکردند. آقای جوانبخت، در خبرها اومده بود که محمد رضا لوایی، شاعر و نویسنده آذربایجانی، هم دستگیر شده اخیراً. چه اطلاعاتی از وضعیت ایشون دارید و الان در کجا نگهداری میشن؟ آقای محمد رضا لوایی چند روز پیش در تبریز دستگیر شدند. محل نگهداری ایشان نامعلوم است. محمد رضا لوایی شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و از اعضای هیئت تحریریه هفته‌نامه توقیف شده شمس تبریز میباشند. به گمان کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان آسمک، دستگیری ایشان در رابطه با مرگ غلامرضا امانی میباشد که آقای محمد رضا لوایی و خانم شهناز غلامی، روزنامه‌نگار آذربایجانی، که ایشان هم در حبس میباشند، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مورد مرگ مهندس غلامرضا امانی، زندانی سیاسی سابقه‌دار آذربایجانی شده بودند. آقای جوانبخت، شما چه اطلاعی از وضعیت دستگیر شدگان مراسم ستارخان در شهر ری دارید که دو سه هفته پیش روانه زندان شده بودند؟ از دستگیر شدگان مراسم سالگرد ستارخان، آقای سیروس حسین نژاد با قرار وثیقه آزاد شدند، ولی آقای عبدالله عباسی جوان و حسین حسینی از فعالان نقدی حرکت ملی آذربایجان هنوز آزاد نشدند و خانواده ایشان از وضعیت هر دو اظهار نگرانی میکنند. یدالله عباسی جوان، برادر عبدالله عباسی جوان، گفته است که مسئولین زندان از اجازه ملاقات به خانواده خودداری میکنند.